که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم. جمهوری جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصور باشد در یک کشور و نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی. کشوری که میخواهد عدل الهی را در جهان برپا کند و در همه جا حکومت اسلامی باشد. اولین درسی که انقلاب اسلامی و نظام مبارک جمهوری اسلامی به ما داد این بود که ما نگاهمون را از حصار و چهار دیواری ملت ایران منعطف کنیم به عرصه وسیع امت اسلامی. قرآن می فرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی جنگ تا رفع فتنه در عالم. شکی نیست که بر اساس حقایقی که خدای متعال تقدیر کرده است خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه خاورمیانه اسلام. خاورمیانه را خون و آتش فرا گرفته است. صدها هزار نفر از مردم در کشورهای مختلف کشته و مجروح و میلیون ها نفر آواره و قربانی تجاوز و آزار شدند. در سراسر منطقه گروه های بنیادگرای اسلامی در مقابل یکدیگر سفارایی کردند و در اوج شقاوت و درندگی به کشتار مردم و جنگ با یکدیگر مشغولند. در یک طرف جمهوری اسلامی و ده ها گروه نظامی وابسته به سپاه قدس قرار دارند که از لبنان تا یمن به تاخت و تاز مشغولند و در طرف دیگر و در مقیاسی کوچکتر نیروهای دولت اسلامی معروف به داعش و گروه های مسلح ریز و درشت وابسته به القاعده قرار گرفتند. یکی ادعای ولایت بر امت اسلام و رهبری جهان اسلام را دارد و دیگری رؤیای خلافت اسلامی را در سر می پروراند. خاورمیانه در بحرانی بزرگ فرو رفته است. بحرانی که ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود و جهان را در مقابل یک چالش بزرگ قرار داده است. برای درک بهتر از بحران کنونی، نفوذ رژیم ایران در منطقه و آشنایی با داعش و دلایل رشد و ظهور آن باید با پدیده بنیادگرایی اسلامی معاصر و ریشه های آن آشنا شویم. پدیده 100 ساله که با فروپاشی امپراتوری عثمانی و اشغال کشورهای اسلامی توسط بریتانیا و فرانسه آغاز شد. بنیادگرایی اسلامی با انقلاب ایران و کسب قدرت توسط روح الله خمینی به شکل امروزیش ارتقا یافت. تلاش 35 ساله جمهوری اسلامی برای تسلط بر منطقه و سرکوب و کشتار توسط نیروهای وابسته به سپاه قدس در عراق و سوریه شرایط مناسب برای ظهور گروه‌های رقیب در این دو کشور را فراهم آورد. اکنون بنیادگرایی اسلامی همچون دملی چرکین سر باز کرده و عفونت آن سراسر منطقه و جهان اسلام را فرا گرفته است. در این گزارش که در دو بخش تقدیم حضورتان می شود این پدیده و بحران کنونی را مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش اول از فروپاشی امپراتوری عثمانی تا سال 2003 و حمله آمریکا به عراق را بررسی می کنیم و در بخش دوم هژمونی رژیم ایران در عراق، گسترش سپاه قدس در منطقه، قتل عام مردم سوریه و ظهور و رشد داعش را نگاه می کنیم و وضعیت امروز خاورمیانه و چشمانداز تحولات را بررسی می‌کنیم. به 1914 یعنی 100 سال قبل و آغاز جنگ جهانی اول بازگردیم. امپراتوری عثمانی که خودش را خلافت اسلامی می‌دانست در کنار آلمان وارد جنگ علیه بریتانیا، فرانسه و روسیه شد. به مفتی امپراتوری عثمانی گوش کنیم که مسلمانان جهان را به جهاد برای دفاع از امت اسلامی فرا می‌خواند.
ey Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz İslamiyet'in adı ve canı olan Moskov, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emir-ül Mümin'in Hazretleri sizi cihada davet ediyor. İmparatori Osmanlı که مرکز آن ترکیه کنونی است، به مدت چند قرن یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان بود و در قرن 16 و 17 بخش مهمی از جنوب شرقی اروپا، غرب آسیا، آسیای مرکزی و کشورهای شمال آفریقا را در کنترل خیش داشت. از قرن 16 هم که عثمانیان بر کشورهای مسلمان مسلط شدند، سلطان عثمانی که مسلمان بود خودش را خلیفه مسلمانان می دانست. قدرت امپراتوری عثمانی آرام آرام ضعیف شد و سرزمین‌هایش را از دست داد و سرانجام با شکست در جنگ جهانی این امپراتوری رسماً پایان یافت. پس از پایان جنگ، بریتانیا و فرانسه کشورهای مسلمان خاورمیانه که قبلاً به امپراتوری عثمانی تعلق داشتند را بین خود تقسیم کردند. فرانسه سوریه و لبنان را اشغال کرد و بریتانیا نیز که از سال 1882 مصر را در کنترل خیش داشت، پس از جنگ سرزمین فلسطین، اردن، عراق، سرزمین حجاز یا عربستان و یمن را هم در کنترل خیش گرفت. با اشغال کشورهای عرب و اسلامی توسط بریتانیا و فرانسه، جریانات استقلال طلبانه و پان عربیسم شکل گرفت. به موازات آن، با ورود تمدن غرب و دنیای مدرن به این کشورها، روشنفکران مسلمان به بازنگری در وضعیت خود و افکار خود برخواستند و نواندیشی اسلامی هم شروع شد. اما در همان زمان در این کشورها یک اسلام سیاسی با بینشی واپسگرا و به غایت بنیادگرایانه نیز رشد کرد. در این جوامع گذار از جامعه سنتی به دنیای مدرن به صورت طبیعی انجام نگرفت و برای برخی از مسلمانان دنیای جدید و تمدن غرب همان بریتانیای استعمارگر و اشغالگر بود که از نظر آنها نماد کفر بود و فرهنگ و مذهب مسلمین را مورد تهاجم قرار می‌داد. از این رو بسیاری از مسلمانان به جای پذیرش دنیای جدید به ستیز با آن برخاستند و در هراس از این تحولی که تمامی منطقه را در خود می‌گرفت به اسلام سنتی پناه بردند و بازگشت به روش‌های صدر اسلام و دوران طلایی پیامبر را بهترین راه برای حفظ و صیانت دین و دنیای خود یافتند. نماد این طرز تفکر واپسگرایانه سازمان اخوان المسلمین بود که در سال 1928 در مصر توسط حسن البنا تأسیس شد. این سازمان برای چند دهه بزرگترین سازمان سیاسی و اجتماعی در جهان عرب بود و صدها هزار عضو داشت. اخوان المسلمین پدر بنیادگرایی جدید اسلامی در قرن 20 است. در 1966 دولت مصر به سرکوب گسترده اخوان روی آورد و چند تن از رهبران اخوان من جمله سید قطب را اعدام کرد. سید قطب مهمترین رهبر فکری اخوان المسلمین بود که بیش از هر کس در شکل‌گیری افکار بنیادگرایان امروزی جهان اسلام نقش داشته است. سید قطب پیشوای فکری رهبران القاعده و همچنین روحانیون واپسگرای ایران از خمینی تا خامنه ایست. علی خامنه ای از مریدان قطب است و سه جلد از کتابهای وی را به فارسی ترجمه کرده است. سید قطب نمادی از دشمنی با فرهنگ غرب، با دموکراسی و با تمدن و مدرنیته بود و زن ستیزی، یهود ستیزی و نفرت از دیگر اندیشی را تئوریزه می کرد. سید قطب فرهنگ و تمدن غرب را همان جاهلیت قبل از ظهور اسلام می دانست و راه نجات و بازیابی شکوه و جلال امت مسلمان را بازگشت به سنت پیامبر می دید. با سرکوب و تضعیف اخوان المسلمین در دهه 60 سازمان های بنیادگرای اسلامی به حاشیه رانده شدند و جریانات پان عرب و سوسیالیستی گسترش یافتند. اما در سالهای پایانی دهه 70 میلادی جغرافیای سیاسی منطقه دگرگون شد. در سال 1978 ناآرامی و انقلاب ایران را فرا گرفت و شاه ایران که متحد اصلی غرب و صدی در مقابل اردوگاه کمونیسم تلقی می‌شد در آستانه سقوط قرار گرفت. در افغانستان نیز نیروهای کمونیستی وابسته به شوروی با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفتند. در این شرایط غرب آمریکا تصمیم گرفتند
از جریانات اسلامی در ایران و افغانستان حمایت کنند. در بهمن ماه 1357 نظام پادشاهی در ایران سقوط کرد و روح الله خمینی و حلقه روحانیون وابسته به وی در زمانی که جریانات دموکراتیک و سکولار در ایران ضعیف بودند توانستند با حمایت غرب قدرت را در اختیار گیرند. بدین ترتیب بنیادگرای اسلامی صاحب قدرت سیاسی در یکی از مهمترین و ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه شد و خمینی و پیروان وی با تمام امکانات برای تثبیت آن در ایران و صدور آن به سراسر جهان اسلام دست به کار شدند. و ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم. جمهوری جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصور باشد در یک کشور و نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی. کشوری که میخواهد عدل الهی را در جهان بپا کند و در همه جا حکومت اسلامی باشد. در حقیقت یکی از مهمترین شاخصهای بنیادگرایان اسلامی در کشورهای مختلف این است که به مرزهای جغرافیایی و منافع ملی کشورشان نمی اندیشند و آنچه برایشان در اولویت قرار دارد امت اسلامی و ایجاد خلافت اسلامی است. اولین درسی که انقلاب اسلامی و نظام مبارک جمهوری اسلامی به ما داد این بود که ما نگاهمون را از حصار و چهار دیواری ملت ایران منعطف کنیم به عرصه وسیع امت اسلامی. درست است که کشور ایران در زیر فشار استبداد و استعمار در دوران طاغوت به جان آمده بود و له می شد و باید نجات داده می شد، اما فشار اساسی، تهاجم اساسی، تهاجم تاریخی به امت اسلام بود. انقلاب اسلامی نگاهش به دنیای اسلام بود، نگاهش به برداشتن دست ظالم و متجاوز استکبار از روی سر امت اسلامی و از زندگی امت اسلامی بود. رژیم ایران حکومتی استبدادی است که خودش را ولایت مطلقه فقیه و نماینده خدا روی زمین و صاحب اختیار مردم ایران می داند. به همین ترتیب رهبران جمهوری اسلامی خودشان را مسئول و قیم مسلمانان جهان نیز می دانند و برای خودشان یک نقش تاریخی و ایدئولوژیک قائلند. رژیم ولایت فقیه که متعلق به این دوران و قرن 21 نیست، رژیمی است که در بحران زندگی می کند و دوام خود را در ایجاد بحران می بیند. رهبران رژیم ایران سیاست خارجی خود را نجات امت مسلمان از ظلم و سلطه تاریخی غرب به رهبری آمریکا می دانند. آمریکایی که همان فرعون زمان است و با رهایی از چنگال آمریکا مسلمانان می توانند تمدن و جلال گذشته خودشان را باز یابند. ما با استکبار مبارزه می کنیم. استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه‌های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است. امروز هم استکبار، نظام استکباری وجود دارد. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکا است. این مرگ بر آمریکایی که مردم ما میگویند، این مثل همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است که در اول هر سوره قرآن که شما میخواهید بخوانید قبل از بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگید.
خیلی ها بودن از همون اوائل انقلاب میگفتن آقا حالا که انقلاب پیروز شد دیگه بسه، بریم با آمریکایی ها مسائل رو تمام کنیم. این معناش این بود که شعار ظلم ستیزی انقلاب تخطئه بشود. ما قصد رد ظلم نظام های مستکبر که زور میگن به ملت های مسلمان، قصد رفع این ظلم رو داریم و میتوانیم این کار رو بکنیم. که آرمان نظام جمهوری اسلامی رو میشود در جمله کوتاه ایجاد تمدن اسلامی خلاصه کرد. رهبران جمهوری اسلامی سیاست خارجی خود را در چارچوب یک جنگ تاریخی بین مسلمانان و غرب و ادامه جنگ های صلیبی می دانند. به گفته قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، ایران تنها کشور مسلمان است که از چنگال صلیبی ها آزاد شده است. هیچ کشوری وجود ندارد در جهان اسلام الا این که زیر سیطره صلیبی ها جز جمهوری اسلامی و از دوره سقوط عثمانی تا کنون سیطره صلیبی ها بر جهان اسلام یک پارچه بود. به ما هنرش فقط این نبود که یک حکومت را بر مبنای اسلام و احکام اسلام بیان کند. هنر ایران این بود که یک کشور را از وابستگی کشور را از زیر ذوق صلیبیت خارج کرد. حال باید دید که رهبران رژیم ایران برای توسعه نفوذ خود در جهان اسلام و بازسازی خلافت اسلامی از کدام شیوه و روشی استفاده میکنند. در حقیقت همانطور که خمینی و پیروان وی برای تثبیت قدرتشان در ایران از خشونت، سرکوب و اختناق استفاده کرده و میکنند، به همین ترتیب برای پیشبرد اهداف خود در جهان اسلام و صدور بنیادگرایی از تروریسم و خشونت استفاده میکنند. اینهایی که گمان میکنند که اسلام نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی اشتباه میکنند. قرآن میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. اولین هدف خمینی برای توسعه طلبی بنیادگرایانش کشور همسایه عراق بود. کشور عراق با نجف و کربلا و اکثریت شیعه در این کشور کاندید ایدئال خمینی برای صدور انقلاب بود. از همان روزهای نخست رژیم به گروه‌های هوادار خودش در عراق برای بمب‌گذاری و ایجاد آشوب کمک می‌کرد. به این سخنرانی خمینی در 3 فروردین 1359 یعنی 5 ماه قبل از حمله عراق به ایران گوش کنیم که روزنامه کیهان آن را به دعوت خمینی از ارتش عراق به قیام علیه حکومت این کشور تعبیر کرده بود. هم خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند. من به اونها سفارش میکنم به ارتش عراق که اگر می توانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین او بشن و ما هم تاییدتون میکنیم، ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. تحریکات رژیم ایران یکی از مهمترین دلایل حمله صدام حسین به ایران و شروع جنگ 8 ساله و ویرانگر بین دو کشور بود. به همین ترتیب پس از ترور انور سادات رئیس جمهور مصر توسط گروه‌های اسلامی بنیادگرا، خمینی در چند سخنرانی مردم مصر را به قیام علیه حسنی مبارک رئیس جمهور جدید این کشور دعوت کرد. ملت مصر از حکومت نظامی نترسد و به او اعتنا نکند و همونطور که ایران حکومت نظامی را شکست و به خیابان‌ها ریخت، اونها هم بشکنند و به خیابان‌ها بریزند
و این تفاله های امریکا را بیرون بریزند. ملت بیت ننشینند تا این قدرت از بین رفته دوباره دست و پای خودش را جمع کند و نفوذ خودش را بر ملت تحمیل کند. امروز روزی است که ملت مصر باید قیام کند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت. اما در قلب و در مرکز سیاست‌های توسعه طلبانه خمینی و پیروان وی، مسئله فلسطین و نابودی اسرائیل قرار داشته است. از نظر بنیادگرایان اسلامی، اسرائیل نشانه روشنی از تسلط غرب بر جهان اسلام است و همچون قده سرطانی است که باید دیر یا زود از میان برود. از این رو، از همان روزهای نخست، مهمترین بخش از سیاست خارجی رژیم ایران و سیاست‌های توسعه طلبانه‌اش مبارزه با اسرائیل بوده است. از اولی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برد. ما رژیم صهیونیستی رو یک رژیم نامشروع و حرامزاده می دانیم. هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش می کنیم. خمینی که با گرایشات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در خاورمیانه و در میان مسلمانان آشنا بود، خودش و رژیم را مدافع فلسطینیان و پرچمدار مبارزه با اسرائیل معرفی میکرد تا با یارگیری در میان مسلمانان بر جهان اسلام مسلط شود. اما در آن زمان گرایشات چپ و سکولار در سازمان آزادی بخش فلسطین کنترل جنبش فلسطین را در اختیار داشتند و مانعی بر سر راه مصادره این جنبش توسط خمینی بودند. خمینی برای تضعیف این نیروها روز قدس را به راه انداخت تا جنبش ملی فلسطین را اسلامی کند و بدین ترتیب راه را برای مصادره این جنبش توسط رژیم هموار نماید. خداوند ان شاء الله ما را موفق کند به اینکه یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامی در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. هر سال رژیم ایران و گروه‌های وابسته به رژیم در کشورهای مختلف مراسم روز قدس برپا می‌کنند تا هم بر نفرت و کینه علیه اسرائیل بیفزایند و هم از میان مسلمانان این کشورها و اقلیت‌های مهاجر یارگیری کنند. رژیم ایران در سال 1361 با استفاده از جنگ داخلی و بی‌ثباتی در لبنان با اعزام پاسدار و نیرو به این کشور حزب الله لبنان را تأسیس کرد. این اقدام گامی مهم و استراتژیک برای مصادره جنبش فلسطین و نفوذ در کشورهای منطقه بود. خمینی در تهران با گروهی از شیعیان لبنان که برای رژیم کار میکردند دیدار کرد و به آنان دستور داد تا با تشکیل حزب الله لبنان را به قبرستان یهودیان تبدیل کنند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در رهبری حضرت امام قدس الله شریف، منطقه ما به مرحله یأس و ناامیدی رسیده بود. دولت های عربی به این نتیجه رسیدن که با اسرائیل نمیشه جنگید و باید تسلیم کرد و باید برون رو خط مذاکره. سازمان آزاد بخش فلسطین به ریاست و ریاست عرفات به این نتیجه رسیده بودن و دنبال بهانه برای مذاکره با اسرائیل. دیگه این بحث نابودی اسرائیل جای مطرح نیست. اون زمان یه جمع از علما و مؤمنین و مجاهدین آمدن خدمت حضرت امام. ما آمدیم گفتیم وظیفه ما چیه؟ ما مقلد شما هستیم، تابع شما هستیم، هر چی بفرمایید ما بریم اونجا عمل کنیم. حضرت امام فرمودن وظیفه شرعی و اصلی شما این است که برید مبارزه کنید، بجنگید، مقاومت کنید، لبنان را
محول کنید یا محول سازید یعنی بدلو به یک قبرستان یهودی، یعنی لبنان باید بشه یک قبرستان برای سربازان اسرائیلی. کارتون اینه، وظیفتون اینه. پس از تشکیل حزب الله لبنان نزدیک به یک دهه این سازمان و پاسداران اعزامی از تهران با عملیات ترور و انفجارهای پیاپی از جمله انفجار سفارت آمریکا و مقر تفنگدارهای دریای این کشور و انفجار مقر فرانسوی‌ها در لبنان، گروگانگیری و قتل اتباع خارجی در این کشور و گسترش تروریسم در سراسر منطقه و جهان، جریان اسلامی رادیکال وابسته به رژیم و دشمن اسرائیل را وارد معادلات سیاسی و نظامی منطقه کردند. دهه 90 میلادی را میتوان دهه گسترش نفوذ رژیم ایران در خاورمیانه دانست. در سال 1991 بلوک شرق یا اردوگاه سوسیالیست به رهبری اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت و جهان دو قطبی پایان یافت. در نتیجه سازمان‌ها، دولت‌ها و احزاب چپ و سوسیالیستی یا نزدیک به شوروی در سراسر جهان تضعیف شدند یا از بین رفتند. در خاورمیانه رژیم ایران برای پر کردن این خلأ سیاسی و ایدئولوژیک با اسلام واپسگرای وابسته به خود دورخیز کرد. در 1991 کنفرانس صلح مادرید با شرکت نمایندگان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین آغاز به کار کرد تا راه تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل هموار شود. با جدی شدن چشمانداز صلح در منطقه، علی خامنه‌ای که نقشه‌های رژیم برای هژمونی در منطقه را در خطر می‌دید، به مخالفت با روند صلح برخاست و با استفاده از حزب الله و گروه‌های تندرو فلسطینی حماس و جهاد اسلامی و در اتحاد با سوریه، محور مقاومت علیه اسرائیل و مخالفت با صلح را به راه انداخت. گروه‌های وابسته به رژیم با انجام ده‌ها ترور در سراسر منطقه و در داخل خاک اسرائیل، با ایجاد شرایط ویژه جنگی و ایجاد فضای دشمنی، روند صلح بین اسرائیل و فلسطین را عملاً متوقف کردند و گرایشات میانه‌روی فلسطینی تضعیف شدند و گروه‌های تندروی اسلامی وابسته به رژیم دست بالا را گرفتند. دعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یکسر مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل را بر آن پوشانده اند چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست ها، یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. این به معنای باقی ماندن قده سرطانی و تهدید دائمی پیکره امت اسلامی مخصوصا ملت‌های منطقه است. فلسطین، فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر. در سال 2003 به دنبال حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور، جغرافیای سیاسی خاورمیانه متحول شد و شرایط مناسب برای گسترش نفوذ رژیم ایران در منطقه و رشد بنیادگرایی اسلامی فراهم گردید. راستی چه بر سرمان آمد؟ چرا اینطور شدیم؟ دروغ، تزویر، درویی و چاپلوسی تمام جامعه امان را در بر گرفته. دیگر هیچ کس خودش نیست. در مقابل حزب اللهی تحریش گذاشته و خود را طرفدار انقلاب جا می‌زنیم و در برابر مخالفین خود را منتقد رژیم. تاسوعا و عاشورا را به سینه زنی می‌گذرانیم و آخوند جنایتکار محلمان را با احترام حاج آقا خطاب می‌کنیم و برای مهر خوردن شناسنامه‌هایمان در صف‌ها می‌ایستیم تا به جنایتکارانی مثل رفسنجانی و دوری نجف‌آبادی رأی دهیم. بعد هم به آمریکا فحش می‌دهیم که باعث بدبختی ما شده. بعد از سال‌ها گول خوردن برای نجات از گورکا به روباها پناه می‌بریم و ساده لوحانه به خاتمی‌ها، موسوی‌ها و روحانی‌ها رأی می‌دهیم. سپس می‌پرسیم چرا وضع بهتر نشد.
آیا واقعا پس از 38 سال آگاه‌تر شده‌ایم؟ آیا درک و فرهنگمان بالاتر رفته است؟